یکی از بزرگان قوم یهود به نام نیقودیموس در آنجا بود که از فریسیان بود. یک شب نزد عیسی رفت. ای استاد، می دانیم که تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای. هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آن که خدا با او باشد. یقین بدان هیچ کس نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند مگر آن که از نو تولد یابد. چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ یقین بدان هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آن که از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد یابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد میشود همین طور است. این چطور ممکن است؟ تو در اسرائیل یک معلم بزرگ هستی و این چیزها را نمیدانی. یقین بدان که ما از آنچه می‌دانیم سخن می‌گوییم و به آنچه دیده‌ایم شهادت می‌دهیم، ولی هیچ یک از شما شهادت ما را قبول نمی‌کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن می‌گویم و آن را باور نمی‌کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر پسر انسان که از آسمان پایین آمد. همانطوری که موسی در بیابان مار برنزی را بر بالای تیری قرار داد، همان گونه پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه فرستاد تا آنان را نجات بخشد. هر کس به پسر ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت کارهای شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادن. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید تا مبادا کارهایش مورد سرزنش واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که کارهایش در اطاعت از خدا انجام شده است.